سلام به دوستای خوب، هلن هستم از برنامه پرایم هلت کیر. دوباره در خدمت شما هستیم که درباره انواع اقسام سرویس های مختلف تو هلت کیر با شما صحبت کنیم. برنامه هفته قبلمون رو نگاه کردین، خیلی فیدبک های خوبی داشتیم و تونستیم یه سریتون رو کمک بکنیم و دوباره این هفته در خدمت آسو دوستم هستیم شکوفه و سعی میخوایم دوباره شروع کنیم توضیح بدیم که چه سرویس هایی بلدیم بهتون ارائه بدیم و توی هلت کیر بیشتر و بیشتر بتونیم به خانواده های مسن‌تر توی جریاتریک کامیونیتی بتونیم بهتون کمک کنیم با سرویس های مختلف. منم سلام میکنم خدمت شما، شکوفه امین هستم و خوشحالم که مجددا در کنار خانم هلن میتونیم با همدیگه این برنامه رو اجرا بکنیم و پرسش هایی که شما در طول این یک هفته داشتید و ما بتونیم جوابتون رو به شما بدیم. از ایالت های مختلفی شما تماس گرفتید و میخواستید بدونید که آیا ما در ایالت شما هم میتونیم به شما سرویس و خدمات بدیم و من همین سوال از خانم هلن میکنم و از ایشون میخوام که کاملا به شما توضیح بدن که سرویسشون چی هستش و خدماتشون رو کجا میتونن ارائه بکنن. سرویسمون منطقه که ما ارائه سرویس میدیم بیسیکلی منطقه ولی هستش، گلندل، پاسادینا، لس آنجلس بیسیکلی ما کاور میکنیم و اورنج کانتی، ولی این سیستم فقط سیستم ما نیستش که فقط این سیستم توی کالیفرنیا باشه، ولی ما قسمت کالیفرنیا رو، قسمت لس آنجلس رو کاور میکنیم. اگه بخواید توی ایالت‌های دیگه هستین بلدین توی آنلاین بخواین تماس بگیرین، گوگل بکنن خانوادتون و دوباره بلدین این سرویس ها رو در ایالت‌های دیگه پیدا بکنید، ولی سرویسی که کمپانی ما میتونه واسهتون ارائه بده در منطقه لس آنجلس هستش. سو اگه هر در صورت هر کمکی احتیاج داشتین در مورد هلت کیر و ما میتونیم بهتون کمک کنیم و انواع اقسام سرویس هایی و واسه لابد وانتون توی خونه اگه باشه، توی نرسینگ هوم اگه باشه، حتی اگه توی بیمارستان هستین حالشون خیلی بده، دقیقا نمیدونین so what is the plan، چه شکلی میخوام خونه ببرم، چه شکلی میخوام از لابد وانم، از یا مادرم یا پدرم نگهداری بکنیم، ما کاملا میتونیم کمکتون کنیم و انواع اقسام هم کانسالت بتون میکنیم روی تلفن. دقیقا مثلا شما سیچویشن رو بلدین به ما تعریف کنین و ما هم گایدتون میکنیم که در چه حد بلدین بهتون کمک کنیم. پس بنابراین کسایی که مقیم کالیفرنیا هستن و لس آنجلس جنوبی، بله لس آنجلس هستن، میتونن با شما تماس بگیرن. عزیزانی که توی ایالت‌های دیگه هستن ما نمیتونیم کمکشون بکنیم و این سرویسی که توی منزل شما میتونید دریافت بکنید از با بیمه های مختلف میتونید سرویس های متفاوتی رو دریافت بکنید با درجات مختلف. بنابراین کافیه که با خانم هلن تماس بگیرید یا با من تماس بگیرید، بفرمایید که نوع بیمه تون چی هستش، چه ناتوانایی هایی دارید و چه بیماری هایی دارید و ما با توجه به اینکه چک میکنیم صلاحیت شما رو توی سیستم که آیا میتونید سرویس پرستاری و نگهداری و خدماتی رایگان در منزل داشته باشید، نسبت به این که آیا شما قادر هستید که این سرویس های رایگان داشته باشید یا نه، با تو مجددا تماس میگیریم و نسبت به اون مقدار نیازی که دارید براتون ساعتی میتونم پرستار و کسایی که مراقبت های پزشکی رو انجام میدن برای شما بفرستن. پس نسبت به نیازتون شما میتونید برایشون پرستار بفرستید. و دقیقا مثلا وقتی خانواده ها زنگ میزنن من خود ازشون سوال میکنم که این مثلا مریضشون تا چه حد به کمک احتیاج داره، آیا کامپلیتلی روی تخت خوابیده، آیا بلد راه بره، آیا فقط تو خونه میمونه، بستگی داره که چه شرایطی داشته باشه، چه مریضی هایی داشته باشن، بلدن به سرویس های مختلف کمتر یا بیشتری بلد سرویس بهشون ارائه بشه. واسه مریضایی که توی خونه هستن و مریضای ترمینال ایلنس دارن، و ترمینال ایلنس یعنی چی؟ یعنی این که مریضی که دیگه خوب شدن نداره، مریضی مثل آلزایمر باشه که نمیشه دوباره برگردوندش، مریضی مثل لیور فیلیر هستش یعنی جگر، اگه مثلا صدمه کبد اگه صدمه خورده باشه دیگه بلد نیست که دوباره به روز اول برگرده، هر مریضی ترمینال ایلنسی که داشته باشن
مریضا بلدن با هر اینشورنسی که داشته باشن، چه HMO باشه، چه PPO باشه، چه مدیکال باشه، چه مدیکر باشه، regardless که این type of the insurance چه هستش، بلدیم به این خانواده ها سرویس ارائه کنیم. نوع سرویس هم این هستش که از کمک های پرستاری گرفته، از کمک های سوپلای گرفته، بگین مثلا خانواده به تخت بیمارستان احتیاج داره، مثلا تو خون زخم دارن، به دوشک های مخصوص احتیاج دارن که بهشون ایر ماتریس گفته میشه، واکر، ویلچر، اگه خانواده ها خیلی هستن که اینکانتیننت هستن و به دایپر و این سرویس ها احتیاج دارن و به تمام اون سوپلای ها. بعضی خانواده ها هستن که مثلا بگین خانواده همه سر کار میرن، توی خونه هستن، این نمیتونن دیگه مثلا واسه یه اینفکشن ببرنشون بیمارستان رو برگردن، یه دکتر ببرن بیان، اصلا هزینه هاشون هم به هم هزینه خیلی بالاست، ولی در این حال سیم سرویس رو ما میتونیم انجام بدیم. مثلا ما میبینیم پیشنت رو ایوالویت میکنیم، مثلا میبینیم پیشنت اینفکشن گرفته یا مریض زخم داره، ووند داره، بلد احتیاج داره که توی خونه ازش نگهداری بشه، ووند کیر نرس میره ووند چک میکنه، از ووندش رو نگهداری میکنه، از زخمش چک میکنه، بعد هستن به آی وی احتیاج دارن، توی خونه بلدیم براشون ارائه بدیم. اگه به همونجور که گفتم خدمات پرستاری باشه، خدمات وسایل پزشکی باشه، بعد خدمات دکتر باشه که اگه به دکتر احتیاج داشته باشن، دکتر توی خونهشون میره مریض رو ویزیت میکنه، و اگه به یه اوردر جدید فشارخور بگیم بالاست یا پایینه یا درد دارن، پین منیجمنت احتیاج داشته باشه براشون انجام میدیم. به اضافه این که حمام هایجین مریض، وقتی که یه نرس میره از هایجینشون نگهداری کنه، اگه به تمام کمکایی که لایت هاوس کیپینگ، مثلا ملافه‌شون رو عوض کنه، خب مریض رو شاور ببره، بعضی‌ها مثلا مریض خودش بلده شاور بره ولی تنها نمیتونه بره چون که خطر داره که بیفته. خیلی خیلی اگرم دقت بکنید میبینید که توی ریهاب خیلی ها هستن که مریض نیستن ولی توی حمام افتادن، هیپشون شکسته دقیقاً، و باعث میشه که مدت‌ها تو بیمارستان باشن، مدت‌ها تو ریهاب باشن، خدای نکرده توی ریهاب میتونن مریضیای دیگه بگیرن، خب به خاطر که رسیدگی خصوصی نیستش. همه اینا از اینه که اگر یکی مراقبش بود توی حمام، این اتفاق براش نمیفته. و یه چیز دیگه هم که این سرویس ها توجه من خیلی به خودش جلب کرد اینه که اون پرستاری که خونه میره اجازه میگیره که تمام اون داروها رو نگاه بکنه. بله. من یکی از دوستانم یه مقدارشون سالمند هستن و حدود 10 روزی بودش که پاشون میگرفتش موقع راه رفتن و این داشت گرفتگی پا بیشتر و بیشتر میشد، و وقتی که این دوست عزیزمون رو گذاشتیم توی این سرویس و پرستار اومد خونه، دیدش که یکی از داروهایی که یکی از دکترای این مریض بهشون تجویز کرده در تداخل با یکی از داروهای دیگه هستش، و این دارو رو برداشتن، متوقفش کردن پرستار شما، خیلی مهمه، و از دکتر خواستن که این داروشون تداخل داره دایمان. داروی دیگه یا براش بذارن، نه اینکه برش دارن دیگه تموم شه، یه داروی دیگه یا جایگزینش کردن، و از بیماری که قرار بودش که رگهای این شخص به مرور بسته بشه به خاطر این تداخل دارویی پیشگیری شد. یعنی در حقیقت شاید به ظاهر ساده منجمنت باشه، به این میگن منیجمنت مدیکیشن هستش. که منیجمنت مدیکیشن هم قسمتی از سرویس هستش. بعضی اصلا تیچ احتیاج دارن که تیچ کردن، آموزش داده بشه که این دواها رو باید چی جوری خورده بشه، و مثلا بگین که این پرستار وقتی که میره خونه مریض تمام دواها رو توی این جعبه های مخصوص واسهشون میذاره که روزای مختلف ساعت مختلف، و مثلا باهاشون کمک میکنه، آموزش میده که چه شکلی دواتون رو بخورین که 100% خیلی دواها با هم دیگه بلدن تداخل داشته باشن، و نمیشه که مریض در ساعتش رو با هم دیگه بخوره، یا اینکه مطمئن شه که آیا خورده نخورده، همه مدیکیشنش رو روزای مختلف ساعت مختلف، یه چیزی هستش که ما واسه شون مدیکیشن منیجمنت هم براشون انجام میدیم. و خوبیش اینه که تمام این سرویس واسه تمام جریاتریک پاپولیشن اینجا مجانی ارائه میشه.
و خیلی خانواده ها نمیدونن که این همه loved one هاشون توی خونه، فکر میکنن که او مثلا آیا به من همچین شرایطی شامل میشه این شرایط. ببخشید میونه کلامتون، من شنیدم که میگفتن که من اگر بخوام این سرویس ها رو بگیرم خونه دارم، خونه ما از من میگیرن، اصلا هیچ ربطی به خونه شون بله نداره. پول تو بانک هم دارم، پول ما از من میگیرن. خیلی میترسیدن که تداخل داشته باشه با مسائل مالیشون. درسته. در حالی که این استفاده از بیمتون اصلا دارید شما در حقیقت با گرفتن به همینشو توضیح بدن دارید لطف میکنید به سیستم بیمه. دقیقاً. که این صرفه‌جویی بشه توی هزینه هاش. بنابراین با خونه شما کار ندارن، با حساب بانکیتون کار ندارن و شما اگر این خدمات رو قبول بکنید در حقیقت دارید لطف میکنید به شرکت بیمه که هزینه هاش بیاد پایین. خدای نکرده شما به خاطر یه شکستگی هیپ مجبور نشید برید بیمارستان، مجبور نشید مدت‌ها توری هب باشید، مجبور نباشید امرجنسی برید، یا با نگاه کردن به فشار خونتون که فشار خونتون بالا پایین نره نگرش دارن، داروهاتون رو چک بکنن، اکسیژن لازم داشته باشه تو خونه بهتون بدن، واکر لازم داشته باشید، تخت بیمارستانی لازم داشته باشید. همه این سرویس ها رو میدن، در حقیقت شما رو روی تخم چشمشون میذارن فقط به خاطر اینکه مواظبتون باشن تا خدای نکرده کارتون به بیمارستان نرسه. بله. و اگر احیانا کارشون به بیمارستان برسه متوقف میشه، برکه میگردن. بله. دوباره میتونن درسته. شروع بکنن. و داشتم همین موضوع که شما راجبش حرف زدین، این اصلا به سوشال سیکیوریتی هیچ ربطی نداره، این اصلا به IHSS، اگه خانواده ای که IHSS دارن این هوم سپورتیو سرویس داره به اونم ربط نداره، خانواده هایی که سکشن 8 میگیرن به اونم ربط نداره، به حساب بانکیشون خونه دارن خونه ندارن اصلا به این موضوع ها این سرویس ربط نداره. و همونجور که شکوفه جون گفتن این سیستم و مدیکر یا اینشورنس به این دلیل درست کردن که از هاسپیتالیزیشن مریض جلو نگهداری کنن، چون وقتی که مثلا این هر مریضی که به هر بیمارستان میره بگو این مدیکر یا هر اینشورنس کمپانی باید چقدر ماهی شبی 5 تا 10 هزار دلار فقط خرج بیمارستان بکنن واسه شبی تازه. بعد اومدن این سرویس رو درست کردن، گفتم بیا یه کاری کنیم که از مریضا، از پاپولیشن جریاتریک با دایگنوزی که دارن از بیرون بیرون بیمارستان نگهداری کنیم که اصلا درصد این که مردم برمیگردن به بیمارستان که دلیل کافی نیستش کمتر باشه. چون چه کسی داره پول این بیمارستان ها رو میده؟ مدیکر داره میده، مدیکال داره میده، HMO و PPO دارن میدن و اینا اینجوری ما مادن در از سیف مانی کردن واسه یه مدیکال هلتکر آمریکا. و اومدن مثلا گفتن که اوکی ایجنسی ها رو باز کردن، گفتن که شما این خانم این مریضا رو با سرتن دیاگنوستا رو توی خونه ازشون نگهداری کنید، توی خونه براشون دکتر رو بفرستین، توی خونه پرستار رو بفرستین، سوپلای رو بفرستین که نخواد به هاسپیتالیزیشنی که احتیاج نیست بخواد ادامه پیدا بکنه. من یه چیز دیگه ای هم که از خانم هلن یاد گرفتم، حالا شاید شما برنامه های سابق من رو دیده باشید میدونید که من وکیل ایران هستم، ولی از اونجایی که بیشتر موکلای من افرادی هستن که تقریبا بالای 60 سال هستن و که توی ایران یه مشکلی دارن، حالا انحصار وراثت باشه، مسائل مصادره اموال باشه یا هر چیز دیگه، وقتی با من تماس میگیرن میخوان که، چون برنامه من رو با خانم هلن نگاه کردن یا نگاه دارید میکنید، میخوان که این سوالاتشون رو پاسخ بدن. بنابراین تقریبا اون گروهی که به من یا خانم هلن زنگ میزنن تقریبا توی رنج سنی هستن و یکی از این سوالایی که پرسیده شده که من دوست دارم که الان جلوی دوربین براتون توضیح بدم راجع به کرگیور هستش. شما اگر کرگیور دارید و به عنوان مثال میاد به شما 100 ساعت شما کرگیور دارید، خانم هلن میتونن از متخصصینشون کمک بخوان، از سوشال ورکرشون کمک بخوان بیان وضعیت شما رو نگاه بکنن، این 100 ساعتتون رو شاید بتونن دو برابر بکنن یا شاید بتونن یک برابر و نیم بکنن. و از اون طرفی اگر شما پرستار شخصی داشته باشید
در حقیقت میایید هزینه هاتون رو کاهش میدید یا حداقل یه بریک تایمی میدید به اون پرستار شخصیتون. هم اومدید ساعتهایی که از دولت بابت نگهداری کرگیور میگیرید افزایش میدید، از اونور میتونید هوم هلت یا هاسپس بگیرید و از اونور هم میتونید پرستار خصوصیتون هم داشته باشید. حالا بعضی خانواده ها اصلا ندارن، اصلا نمیدونن که برادن از طرف دولت کرگیور مجانی بگیرن. اونا خانواده هایی هستن که مدیکل یا دارن و نمیدونن که مدیکل همچین خرجی رو میده، یا اینکه مدیکل ندارن ولی الیجیبلن که مدیکل بگیرن. یعنی اون صلاحیت رو ممکنه که مدیکل رو شما ممکنه که نداشته باشید، ولی میتونید با ایشون مشاوره داشته باشید، با متخصصین ایشون مشاوره داشته باشید و ببینید که آیا میتونید مدیکل رو بگیرید، چون خیلی ها هستن که این صلاحیت و این قابلیت رو الان دارن که مدیکل داشته باشن ولی خودشون اطلاعی ندارن. بنابراین بهتره که حداقل کسب دانش بکنید. دقیقاً. پس برای خانواده‌ای که مدیکل ندارن ولی eligible هستن، ما خودمون براشون مدیکل اپلای میکنیم وقتی زیر سرویسمون هستن. برای خانواده‌ای که مدیکل دارن و تا امروز نمیدونستن که بلدن کرگیور مجانی از طرف دولت بگیرن، سوشال ورکرای ما خودشون براشون تمام پیپر ورک رو میارن. در همون بین 48 ساعت تا 5 روز اول ما با خانواده ها میشینیم و واسه شون اپلای میکنیم. این سرویس اسمش IHSS or in home supportive services هستش که ما واسه خود مریضا اقدام میکنیم. حالا مدل این سرویس چه شکلیه؟ مثلا یه کسی ما الان برنامه داریم، یه کسی مثلا دلش میخوادش که با ما بخواد کار بکنه، به ما زنگ میزنن، بعدش میگن که خب من این چیزی که تلویزیون گفتی خیلی خوشمت شکلی میتونم این چیزا رو واسه خانوادم بگیرم، ما یه پرستار میفرستیم خونتون یا خود من خونتون میام پیشنت رو ایوالویت میکنیم، بعد نگاه میکنیم که چه دیاگنوزایی داره. اگه هارت فیلیر داره، الزایمر داره، دیمنشیا داره، چاقی بیش از حد داره، لاغری بیش از حد داره، یا اینکه فشار خون خیلی بالا داره، به فیزیکال تراپی احتیاج داره، به هر کدوم چیزا احتیاج داشته باشه، دردای استخوانی و دریا دردای بیدلیل، یا اصلا خانواده‌ای که کانسر دارن. بعدش مثلا همون روز که مثلا بگیم مثلا وقتی به ما تلفن میزنین، معمولا حدود 24 ساعت تا 48 ساعت ما میتونیم بیایم شما رو ببینیم، و از اون روزی هم که شما رو میبینیم از همون روز شروع میکنیم سرویس رو به شما ارائه کردن، که سرویسمون همونجور که گفتم پرستاری، دکتر، مدیکیشن، مدیکال سوپلای، سوشال ورکر هستش که اگه احتیاج داشته باشن چه واسه شون انواع اقسام حقوقا گرفته بشه. یه سرویس دیگه هم دارم که میخوام دربارش حرف بزنم، اون پلیسمنت هستش. خیلی خانواده ها هستن مثلا دیگه نمیتونن خانوادهشون رو توی خونه نگه دارن، میگن که من خیلی چجوری میگن میخوان که نقل مکان بدن خانوادهشون رو به یک مکان دیگه ای. بعد این مکانایی هم که میخوان بفرستن مدل های مختلف داره. بعضی یه جایی هستش که خونه های کوچیک هستش که فقط 6 تا تخت داره، به اونا میگن بوردینگ کیر. میخوان دنبال بوردینگ کیر، میگن ما میخوایم یه جای کوچیکی بذاریم، میگن مثلا میگن انقدرم پول داریم، مثلا $2,000 بیشتر پول نداریم که بدیم، $3,000 بیشتر نداریم، $5,000 مثلا بلدیم بدیم. به مقداری که با من کنسالت میکنن من و منطقه که از من میخوان، من واسه شون پلیسمنت انجام میدم. یه خانواده دیگه هستن میگن که نه من از خونه کوچیک نمیخوام، مثلا از اون سازمان ها میخوام که مثلا 200 تخت داره، سازمان بزرگ هستش، بهشون میگن assisted living. بعد اونا چیکار میکنن؟ خانواده هایی که اونجا میرن اگه کسی دیمنشیا و آلزایمر داشته باشه، مثلا باید یه فسیلیتی باشه که قفل باشه درا که اونا فرار نکنن. بعد من اونا رو بستگی داره که چه منطقه هستن اونجا بلدم براشون پلیسشون بکنم. بعضی ها میگن نه ما اصلا پول نداریم بدیم، ما مدیکال داریم، مدیکر داریم، من چه شکلی بلدم نرسینگ هوم برم، یا چه شکلی بلدم مثلا یه جایی برم که مجانی بتونم بمونم چون من پول ندارم. واسه خانواده هایی که مدیکال و مدیکر دارن و احتیاج دارن که لافد وانشون رو حالا یا واسه چه مدت کوتاه شده چه مدت بلند شده توی سکیلد نرسینگ فسیلیتی بذارن، به اونا هم کمک میکنیم که پیشنتشون رو توی فسیلیتی جا براشون پیدا کنیم، که اونم در هر صورت اونم هستش که چه منطقه میخوان برن، آیا توی ولی هستن، آیا توی مثلا
پاسادینا و وست وود هستن، اورنج کانتی هستن، چه منطقه هستن، ما کمک میکنیم که بتونن به فسیلیتی برن و چه یا بعضیا مدت کوتاه میخوان بمونن، بعضیا مدت طولانی میخوان بمونن. بعضیا زنگ میزنن میگن فقط ما یه هفته میخوایم مثلا سرویس با ما شروع کردن، میگن من یه هفته میخوام مسافرت برم، مثلا مادرم شرایطی نیستش که بتونم با خودم ببرم، میخوان بذارن تو این یه هفته میخوان یه جایی بذارن. بعدش و من توی مثلا فقط توی این یه هفته، فقط این توی یه هفته ما ایشون رو توی یه فسیلیتی دیگه براشون جا میذاریم که حالا اون فسیلیتی هم میخواد از خونه‌های کوچیک باشه یا نرسینگ هوم باشه یا هر فسیلیتی که باشه با خرج، یا اگه مدیکال نداشته باشن، اگه مدیکال نداشته باشن خرج خودشون میشه، اگه مدیکال داشته باشن با خرج دولت میشه. با خرج دولت هستش. با توجه به اینکه وقت کمی از برنامه باقی مونده، من میتونم یه گیفتی هم به شما بدم. اگر که سال حقوقی دارید، من میتونم همراه با خانم هلن زمانی که میان منزل شما، شما رو ملاقات بکنن و پرونده شما رو بررسی بکنن، اگر سال حقوقی هم داشته باشید میتونید که بخواید از خانم هلن، من با ایشون میتونم بیام و مشاوره رایگان من رو تو منزل خودتون داشته باشید و ما دو نفر میتونیم در حقیقت بیم به دیدن شما و من مسائل حقوقتون رو برطرف بکنم و خانم هلن هم مسائل بهداشتی پرستاریتون رو برطرف بکنم. دقیقا. سو اگه با این حال یه سوالی داشتین، هنوز دقیقا نمیدونستین که مدل سرویسمون چجوری هستش، من شماره تلفن بیزنس تلفنم روی صفحه تلویزیون هستش 818-577-0833 که اگه یه سوال دیگه داشتین که مثلا میخواستین ببینین چه منطقه هستیم و چه شکلی بلدیم واسهتون کمک رو شروع کنیم، با هم تماس بگیریم، باتون کانسالت میکنیم روی تلفن، بلدش بلدیم، بیم شما رو ببینیم و شروع کنیم که سرویسمون رو بهتون ارائه بدیم. و توجه داشته باشید فقط برای لس آنجلس، از ایالت‌های دیگه ما متاسفانه نمیتونیم کاری انجام بدیم. ما حوزه کاریمون توی لس آنجلس هستش. منم شماره تماسمو اعلام می‌کنم 818-642-72-82. پس توجه داشته باشید حوزه لس آنجلس ما میتونیم در خدمتتون باشیم و شماره تماس من 818-642-72-82. اگر احیانا خانم هلن توی جلسه بودن نتونستن تلفنتون جواب بدن، میتونید با من تماس بگیرید، یا اگر هر دو تا اون جواب ندادیم میتونید برای ما وایس میل بذارید، ما حد اکثر قول میدیم ظرف 2 ساعت تلفنتون رو بهتون برگردونیم. دقیقاً. شکوفه جون، واسه هفته آینده میخواستم چند تا دکترا رو یا یکی یا دو تا دکترا رو بیارم که درباره آلسو پین منیجمنت هم حرف بزنیم باهاشون که چه شکلی بلدیم پین منیجمنت ارائه بدیم. میدونید که برای در حالت عادی شما یه مقداری مسکن میتونید دریافت بکنید، ولی اگر که ریپاراتیو کیر باشین مدل پین منیجمنت کامپلیتلی فرق میکنه. پس هفته آینده رو از دست ندید. برنامه خانم هلن رو اگر منم نبودم با دکترهای دیگه حتما از دست دادید، منم تلویزیونی از طریق تلویزیون شما رو نگاه میکنم. خیلی تشکر میکنم. خواهش میکنم. روزتون بخیر. روزتون بخیر. خداحافظ. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.